الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله حرمات ثلاث، فمن حفظهن فقد حفظ الله أمر دينه والدنيا، ومن ضيعهن لم يحفظ الله له شيئا. قيل: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حرمة الإسلام، وحرمتي، وحرمة الرحمة. رواه الطبراني. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وأصحابه الطيبين الطاهرين. علماء الكرام، معززین نهایت گرامی، متصدین محفل خیلی نورانی و با عزت، مجمع همبستگی راه نبوی مهر، شورای معظم اخوت اسلامی، نهادهای همسو و پژوهشگرانی که در این راستا مساعدت کردند، شکر الله سعیکم، شکران میکنم از سعی خوبتان، وسیله خیر شدین. هر که سبب خیر میشه شکرش واجب است. چه خوب فرخنده روز و ساعاتی و انفاسی که در اون مسئله حیاتی گمشوده امت لحظات خود را سپری میکنیم که بازجویی شود. مسئله مسلم هست، آنچه که صلاح امت مربوط است به آن، در این اواخیر از بین امت برداشته شده تا دوباره در پی آنچه که صلاح آخرین دزمانت کرده نگردیم، فکر نکنم از این تشویش ها، کشمکش ها، جنجال ها و اختلافات و ناامنی ها این امت سالم به در آید. مفهوم از صحبت‌های بزرگواران، بالخصوص میهمان گرامی، اینطور واضح هست که بله، ما هم معتقد هستیم خوب است که امین مسائلی که برای وحدت امت مسلمه مفید هست سر او کار باید کرد. علمای شیعه و سنی، خصوصا اون علمایی که در افغانستان زندگی میکنن، بسا اون کسانانی که در این راستا سعی کوششان را به خرج می دهند، گاهی هم در مضیقت های قرار دارند. اگر ناامنی هست و اگر اتهامات هست و اگر مسائل های دیگری هست، همه بلایی که هست امروز متوجه به علما و دانشمندان و هر آن که درکش بیشتر هست، درد و غمش هم بیشتر میشه، متوجه به او است. سمینارهایی که برای شناخت اهل الله و اهل رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار میشه، از معنویات ویژه‌ای برخوردار است. خوب است که این سفارت را علمای کرام داشته باشند که به امت اسلامی این را شریک بسازند. یک بحثی گذرا و کوتاهی را در باب حضرت امام صادق رضی الله تعالی عنه و ارضاه به خانش میگرم و کوشش میکنم که در ظرف 10 دقیقه صحبت ما باید خلاص شود.
أبي عبد الله، أبي إسماعيل، أبي محمد، أبي علي، أبي إسحاق، أبي موسى الكاظم، أبي أم فروة، كنياهاي حضرة إمام جعفر صادق رضي الله تعالى عنه بود كه هفت تا فرزند و یک تا دختر گرامی داشت که گاهی به اسمای نامین ها ملقب و یادآوری میشد. امام جعفر صادق ابن محمد الباقر ابن علی زین العابدین ابن الحسین ابن علی کرم الله وجهه الذي اجتمع له الفضلان، که دو فضیلت به شخصیت این جناب جمع شد، فضل طهارت و شرافت نسب، فضل فقه علم و تقوا. و هو عالم من اعلام تابعین، بله عالمی از اعلام تابعین بود، از سادات اهل بیت. پیشتر تعارف کوتاهی از علمای کرام را به خصوص از زبان ائمه چهارگانه مذهب اهل سنت شنیدیم. در باب حضرت امام اعظم رضی الله عنه ائمه، چون امام مالک ابن انس، امام شافعی، امام احمد حنبل و دیگر ائمه سنا می گفتند که ما در روی زمین امیر المؤمنین مانند امام ابو حنیفه ندیدیم، ولی حضرت امام ابو حنیفه این لقب را به حضرت امام جعفر صادق روا می دید. می گفت که ما رأیتو افقه من امام صادق. تهذیب الکمال می نویسد که امام جعفر از صادق رضی الله عنه روزی دعوت شد از طرف ابو جعفر منصور، بادشاه اون وقت بود، ماجراش خیلی طولانی هست، که دعوت داد اون را، گفت شما بیاین اینجا یک مناظره ای را دایر بکنین در برابری کسی که ملقب به امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت هست، که در باب اهل بیت چیزهایی را میگوید. در پهلوی راستش جا داد و از کبر و از نخوت را یک سؤال را مطرح کرد از امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه. گفت این زباب من را اذیت میدهد، امین پشه را میگه. این طرف اون طرف میکرد، گفت که پشه من رضیت میدهد، این را خداوند چرا خلق کرد؟ شجاعت، مجاهدت، تقوه و خداپرستی، حکمت و فراست امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه را ببینیم. گفت که این از کبر و از نخوت را این سخن را میگه، بان که من نفس این را بشکنارم تا یک بر بگردد از کبرش. گفت بله، زباب را خداوند برای این خلق کرد که جبابه را متوجه خود شوند که ما هم مخلوق هستیم، توانایی زدودن این دست خود نداریم. این جهادش بود. زمانی که ابو جعفر این سخن را شنید و به خود آمد که من میگفتم که همچون منی کسی دیگری نیست، من توانایی زدودن یک پشر از خود ندارم، و این درس است که این نواده رسول الله به من داد، سادات اهل بیت، کریم من ابناء الکرام. آن لحظات بود که حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه تشریف میبره. گفت زمانی که دربان ابو جعفر منصور من را در داخل راهنمایی کرد، گفت در جوار ابو جعفر منصور امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه را مشاهده کردم. آنقدر هیبتی که از وجود این بزرگوار به من افتید، از ابو جعفر منصور اون هیبت به من نیامد. زمانی که مباحثات علمی میشه، آن اتهام و دروغها و کذبهایی را که مردم برای نفاق افغانی در بین امام و سید اهل بیت، فقیه اهل بیت انداخت، همه نقش بر آب. بعدا ابو جعفر منصور به خود میاد که من اشتباه کردم،
احترام متقابل ده که با یک دیگر میبینن. بحث های ظاهرا چیل مسئله را علمای کرام معلومات دارند که در بابش آمادگی از دو طرف بوده. در اخیر حضرت امام فرمود که ذریتم بعضها من بعض، این اون ذریه است که بعضش از بعضی هستن. کدام ذریه؟ خدای ما در حقش فرمود لیدهبانکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در مقطعی بسیار خطرناک امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه و امام ابو حنیفه و پیروانشان قرار داشتند که آوان انقطاع خلافت بود. الخلافت 30 سنه نبی علیه السلام پیشگویی کرده بود. زمان انقطاع خلافت زمان همپاشی شیرازه مستحکم دین و مسائل دینی، فرهنگی و سیاست اسلامی بود. کذابان در لباس اسلام استفاده های بسیار خطرناک را می کردن که باید از اونجا جنگ در بین اهل بیت، بقایای اهل بیت و دیگر ائمه دین شروع شود تا از اونجا اونها سود ببرند. ولی از فراست و کرامت و ولایت که اینها داشتن، امون طوری که نبی کریم علیه السلام فرمود که اهل بیت من سبب امن است برای امت من، اهل بیتی امان لأهل الارض. حدیث است. بله، هیچگاهی به خود راه نمی دادن که اینها سبب خلاف شوند، سبب اختلاف شوند، سبب نفاق شوند. مهابات هیبت دینی و اسلامیشان را به سیاست تبدیل نمی کردن. می گفتن که از من دعوت های شده که من باید خلیفه شوم. حقش هم بود، حق خلافت را هم داشت، ولی می گفت نه، من میدانم. پیشگویی هایی را که جد گرامیم در حق من و این امت داره، میدانم که این وقت شرایطی نیست من خلیفه باشم. به حدی در علم و مسائل جود و سخا داشت. حاتم طائی را که مردم در سخای مالیش شهره آفاق میدانه، به اشری از اعشار سخا و جود امام جعفر صادق نمی‌رسید، هم در علم هم در مال. بسته های از مواد خوراکی را شبها می برد در پشت دری فقرا مستمندان می انداخت. تا زمان وفاتش را مردم نمی شناخت که این مساعدت و کمک ها از کی آمده پشت در ما. زمانی که امام جعفر صادق به لقای حق می پیونده، اون مساعدات قتمش. بعدا مردم میدانن که بله، این از جود و از سخای این شخصیت بودن. او میگفت که بله، این میراث آبایم است. امام سفیان ثوری از ائمه بسیار قوی از تبع تابعین، اون روایت دارد گفت رفتم روزی به خدمت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه. لقبش هم صادق بود، فاضل طاهر لصدقه فی مقالته لانه لم يعرف عنه الكذب قط. در عمر و زندگیش قط به این معنا که قبل از امامتش هم، قبل از سیادتش هم، یعنی در آوان صغارتش هم کذب از اون مشاهده نشده. به من خاطر شهرت به امام جعفر صادق میابد. از اولیای معصومین، درست اصطلاح معروفی علمی هست، در تحقیق معصوم انبیا هستند، ولی یک اصطلاح معروفی هم هستند که بعد از انبیا علیهم السلام کسانی دیگری هستند که المعصوم من عصمه الله. بله، کسی که خداوند نگه بدارد اون معصوم است، خصوصا اهل بیت که سفینه نجات برای امت اسلامی بودند. کوتاه میرم. امام ابو حنیفه، امام مالک ابن انس، امام شافعی، امام احمد حنبل از پیشوایان اهل سنت و الجماعت محسوب میشن. اگر که منازع نزاع داشته باشن، اون در جنبی از اختلاف مجمع علماء اسلام واقع میشه. هر چهار این امامان و پیشوایان اهل سنت و الجماعت در باب فقاهت، علمیت، تقوا، ورع، جود، سخا
شجاعت و سخاوت امام جعفر صادق به عنوان تلامیزه، به عنوان شاگردانی بودند که همه به یه طرف داشتن. پیشتر جناب حاجی سبب دو یک اشاره داشتن که حتی در مناظره های علمی زمانی که با یکدیگر روبرو می شدن، از پیشانی امام جعفر صادق اینها بوسه می زدن که خوب شد که با شما روبرو شدیم، مگم خداوند وجودی ما را سر آتش جهنم حرام بگردان، به وجودشان افتخار میکرد. امام احمد حنبل میگه زمانی که حدیث این طور بیاید ان جعفر ابن محمد ان علی زین العابدین ابن الحسین ان علی ابن الحسین ان علی ان النبی صلی الله علیه و سلم فهو تریاق مجرب اذا قرئ اعلی مجنون. این روایت اگر امین طور بیاید، این روایت قابل تبرک هست، قابل تبرک هست که به یک مجنون و دیوانه اگر این روایت را خوانده شود گفته افاق عاجلت، اما در حال به اوش می آید گفته. گفته حافظ الحدیث امام احمد حنبل هست. روایتی که از طریق امام صادق به نبی علیه السلام می رسه، اون روایت قابل تبرک هست. از این رو زمانی که روایات از حضرت امام جعفر صادق بر حضرت امام اعظم عرضه می شد، اونقدر فحص و تشدد نمی کرد، وگرنه حضرت امام اعظم در روایت حدیث اینقدر سختگیر بود که بعضی ها به من خاطر تهمت زدن که 17 روایت بیشتر ندارد. او می گفت من حفظ حدیث کار ندارم، من استنباط مسائل می کنم از احادیث سقهی که به نزد میان می آید. فیلترهایی داشت که از اون فیلترها احادیث را تیر می کرد تیر می کرد. شاگردانشون حافظ الحدیث بودن، مثل عبدالله بن مبارک که تلمذی اون ده اصحاب سوهای سته در رأس امام اسماعیل بخاری داشت. این طور شده نمیتاند که حضرت امام حافظ الحدیث نباشه و شاگردانشون لک لک احادیث یاد داشته باشه. ولی زمانی که از روایت امام جعفر صادق و از اهل بیت برش میامد، میگفت بر رأس والعین، میدانست که این روایت معصوم است. چرا اصحاب روایت معصومند؟ این که نبی علیه السلام اینها را سفینه نجات برای امت گفت، برای خود راه نمیداد. حضور گرامی، یک بحث کوتاهی را هم دارم و ظرف یک دقیقه خلاص میکنم. روایتی که از امام مالک صاحب مذهب امام دار هجرت میشه، گفت من همراه امام جعفر صادق در مجلسی بودم، ذکر عنده ان النبی صلی الله علیه و سلم اسفر لونه. گفت زمانی که از نبی علیه السلام به حضورش یادداشت میشد، نام نبی علیه السلام گرفته میشد، از سیرتش چهره مبارک متغیر میشد. و ما رأيته يحدث عن رسول الله الا على طهاره، بدون طهارت روایت حدیث را نمی کرد. عالم قرآن خدا را بدون طهارت تلاوت کرده رایست. بله، گفت بار بار رفت و آمد داشتم، می رفتم می آمدم، اون سورش داشتم، گاهی در نماز، گاهی روزدار، گاهی در ذکر. گفت همراهش یک سال تصادف بسیار نیک در سفر حج روان شد. امام مالک میگه تمهید از ابن عبدالبر سر معطای امام مالک است. گفت در سفر حج همراهش روان شدم، از مدینه منوره که میبراین قدری چند فرسخ بیشتری نیست که به نام ابی یاری علی اونجا باید احرام بسته شود. او وقت به نام میقات شجره مشهور بود که اونجا درختی بوده، در همونجا میرسیدن، مسجد نبود و دیگه خب آب بودن. گفت زمانی که تحت شجره رسیدیم و احرام را بسته کردیم، این قانون است که دو رکعت نماز خوانده میشه تحیه احرام و بعد از این با آواز بلند باید گفته شود که لبیک اللهم لبیک. گفت من همراه امام جعفر صادق احرام را بندیدم و نماز خواندم، بعد از نماز با آواز بلند تلبیه را شروع کردم، ولی آواز امام جعفر صادق نمیبره.
گفت یک بار طرفش نظر کردم، دو بار نظر کردم، گلونش را بغض گرفته، گفته نمیتونه لبیک. گفتم که امام لابود است که باید لبیک بگویی دیگه، آخی شرط احرام امین است، باید با آواز بلند واجب است گفته شود. امام جعفر صادق در جواب فرمود، گفت حراس این ندارم که از طرف پروردگارم لا لبیک نبیاید. گفت من لبیک بگم نشه و پروردگارم بگه لا لبیک لا صدیک، نمیشنم صدای تو را. گفت در این حراس است. رفت گفت یا ابن عامر، به اجدادش اشاره کرد، امام مالک را، از بنی عامر بود. گفت شما خو گفتین، مگرم خدایم به من این انس را بدهد که صدای لا لبیک را برای من نمیگوید، در اون وقت من میگم لبیک لبیک لا شریک لبیک. ممکن اون الهام برش آمد و بعدا گفت. گفت رفتیم در مکه مکرمه. روایتی موثقی از اهل سنت هست، بحثی که اعتقاد را حضرت امام با اهل بیت داشتن، گایم متهم می شدن که این البته شیعی شده بود، مچومی اولوی شده بود، چنانچه که سر امام شافی هم این اتهام بود. علمای اهل سنت دقیق شوین در باب قدسیت ساحه اهل بیت. اگر کسی به اهل بیت محبت نداشته باشه، ایمان تر نمیکنه به حضور الله. اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد در نمازت گفته رای سز برای خدا. امام شافعی سر گفت که اهل بیت رسول الله حبکم فرضم فی القرآن انزله یکفیکم من عظیم الفخر انه من لم یصلی علیکم لا صلاة له. این عظمت فخر و شان بر شما کفایت میکند، کسی که در نمازش درود بر شما نگوید نمازش نمیشه. یکی از ائمه اهل سنت است. گفت که از حضرت ابی بکر و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما به حضور امام جعفر صادق یادآوری شد. امام جعفر صادق گفت که امون اردویی که از ثمار جنت گفت پیش از ما خوردن، گفت میوه های جنت رو خوردن در حق اونا، باز تکرار شدی گفت. یحیی بن سلیم روایت میکند، گفت امام جعفر صادق در مقالهش همینطور گفت، ان الخبث من اهل العراق، تعداد از خبیثان اهل عراق، یزعمون ان نقع فی ابی بکر و عمر و هما والدای، اینطور فکر میکنن که من در حق اینها چیزهایی گفته باشم، در حال اینکه اینها والدای من هستن، پدران ما هستن، قبل از من اینها از ثمار جنت خوردن. و خودش اونها اگر بعد از وفات میخورن، این خودش چه قسم میخورن. گفت رفتیم نماز عصر شد، در کوی ابو قویس میبرایم، نزدیک حرم است. سر کوی ابو قویس رفتیم، یک شخصی در اونجا نشسته دعا میکند، یک بار دو بار سه بار میگه که یا ربی حتی انقطع نفسه، یا ربی میگه نفسش قطع میشه، یا ربی میگه نفسش، هفت بار میگه که پروردگار گرسنه هستم به من طعام ده. وقت ختم است، من همین قصه را ختم میکنم. سید گرسنه هستم به من طعام ده، برهنه هستم به من لباس ده. گفت این شخص همین سؤال دار. و در روایتش هم حضرت لیث ابن سعد راوی بسیار قوی مصری هست که در قاهره مدفون هست، راوی حدیث، گفت لحظه تیر نشد که تمامش کلامش تمام نشد، حتی نظر تو الى جفنت مملوءت عنبا وليس على الارض يومئذ عنب وبردين موضعين. طبق بزرگ از انگور را دیدم در پیشوری امام جعفر صادق که در اون وقت موسم انگور هم نبوده، و دو لباس، لباس از جنت. گفت اراده داشت که خوراک بکنن، من صدا زدم که انا شریکو که، من شریکت هستم، پشت سر بودم مشاهده میکردم. گفت تقدم و کل
ولا تأخذ منه شيئا. بله بفرماین بخورین نوش جان کنین اما با خود باز چیزی را نبرین. گفت خوراک را شروع کردیم، اونقدر خوراک را در هیچ وقت نکرده بودم و هر چه قدر میخورم و انگور در جای خود باقی هست همون کاسه خالی نمیشه و دانه هم ندار انگور. بعدن گفت که از همین لباس ها ضرورت داشته باشین بگیریم. اینقدر سخایی که از جنت خدا برش لباس میفرسته و به دیگران سخاوت میکنه. بله میراث جد کریمیش است. کسی سوال کرده بود نبی السلام، گفتم لباس، یک لباس داشت برش داد. خداوند گفت که ولا تبسطها کل البسط. گفت نه من لباس دارم. گفت خیلی شما یک طرف شون که من همین لباس های خود را عوض کنم. محدث بزرگ میگه من یک طرف شدم، امام جعفر صادق لباس هایشان را عوض کرد، اون دل لباسی که در بدنش بود و در عاتقه شانه مبارک انداخت و روان شد. هنوز هم نشناختیم که امام جعفر صادق است. روایت را لیث ابن سعد میکنه. در امون سفر است که با حضرت امام مالک در اونجا رفت. در مسعا رفت، جای سعی. کسی را دیدم و دوان دوان آمد گفت که برای خدا یک لباس برام بده. امام جعفر صادق همون دو لباسی که در شانهش بود اون را برش داد. و از اون کسی پرسان کردم که لباس را گرفته بود که این آدم کی هست؟ گفت که نمیشناسی. گفت این امام جعفر صادق است، سیدی از اهل بیت. آل به هوش آمدم. لیث ابن سعد میگه در پشتش دوان دوان رفتم که سیدی سیدی استاد شوین که لأسمع من که حدیثن تا یک چیز استم بشنام. گفت از نظرم غائب شد. تمهید ابن عبدالبر نوشته بکنم از اهل تشیون سن روایت. اون کسی ره که خداوند در دنیا برش لباس جنت را میده، خوراک جنتی ها را برش میده، در معصومیتش هیچ گاهی شک نداشته باشه. ما اهل سنت و الجماعت اعتراض ندارم، اما گاهی هم گله های را داریم که در بسا اوقات در باب اهل بیت بسیار چشم پوشی هایی داریم که اونقدر شناخت در بابشان نداریم. حال این که مکانت اهل بیت این در ابی حنیفه ای از فرائض دینش بود، کتاب هایی در این باب نوشته. فقط از همون ترس میخوریم که والا اگر با اهل بیت بسیار نزدیک شو مردم مرا شیعه نگوه یا نگه که فلان و فلان. امامت امین دغدغه را داشت، میگفت اگر کسی به نسبت اهل بیت من را شیعه بگه من اولین شیعه ای هستم. نه، حقایق باید گفته شود. اهل بیت مال شیعه نبود، مال مشترک همه مسلمین. اگر ما به سیره اهل بیت چنگ بزنیم به امون چیزی که اول امت اصلاح شده بود و ما به اون دست پیدا کردیم، اصلاح ما هم انشاءالله آمدنی هست. خوب است، شکر الله و سعیکم. گفتنی های زیادی داشتیم اما با اون هم من معذرت میخوایم که زیاد گفته باشم. خوب است، یارو یاورتان هستیم در همچون مسائل. ممنون احسانتان هستیم. احسان سر شما نداریم که ما اینجا آمدیم، بلکه فریضه ما هست. ما هم باید این فریضه خود را ادا بکنیم انشاءالله، که ما هم در این باب تعهد داریم که برای معرفت اهل بیت خصوصا امام جعفر صادق که امام ظاهر و باطن برای امام ما بود، برای همه ائمه مسلمین بودند، باید در باب شناختی که شناختشون سبب وصلت بین مسلمین شوه، خصوصا در شرایط حساسی که گروه های تکفیری و تکفیرگرای و فلان و فلان و فلان که همه غضبای الله هستن در برابر ای بلا استادگی داشته باشیم. که اننا صفن بنیانم مرصوص. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.